آقای امینی عزیز، پیش از اینکه به موضوع اصلی برنامه که انتخاب کردیم برسیم، میخواستم دیدگاهتون رو، ارزیابیتون رو از تجمع عظیم هممیهنان در بازارگاد پرسش کنم. جناب مهری، داده ها و آگاهی من از این رویداد بسیار بسیار ارزشمند اندک هست، یعنی از راه رسانه هاست و گفتگوهایی که با دوستانی داشتم که اونها دستن در کار هستن و آگاهی های دست اولتری رو از ایران و از این رویداد در اختیار من نهادند. آنچه که من میتوانم بگویم این است که برخلاف باور برخی از کسانی که خورده میگیرند به این گونه کارها، این گردهمایی در جایی که گمان میشود شاید درست شاید نادرست که آرامگاه کوروش باشد، نگاه آریایی به تاریخ ایران نیست. یک نوع آریا پرستی و یک نوع نگاه تنها تاریخی نیست. ایرانیان به دنبال نمادهایی هستند که در برابر این سی و اندی سال حکومت دینی و این فرو بردن نمادهای مذهبی بسیار دردناک، آشورا و تاسوعا و محرم و سینه‌زنی و غمزنی و خون و کربلا و چیزهای از این دست، نمادهایی بیابند که این نمادها با دنیای مدرن، با ارزش‌های مدرن نزدیکی بیشتری دارد. کوروش خب شناخته شده در دنیا در نوشته‌های تاریخی و از جمله در یکی از مهمترین متون دینی در آثار یهودیان جهان به عنوان کسی که با مهر و دوستی نسبت به شهروندان رفتار کرده و به ویژه شهروندان کشورها و سرزمین‌هایی که او بر آن چیره شده و آن استوانه معروف حقوق بشر، به عنوان یکی از نمونه‌های آغازین نگاه بشر دوستانه نسبت به آدمیان شناخته شده. ایرانیان شاید اگر امروز حکومت دیگری ما در ایران می داشتیم، از جایی که شناخته شده به عنوان آرامگاه کوروش به عنوان یک آثار باستانی بازدید می کردن. اینکه این رو هر سال نماد یک نوع واکنش نسبت به حکومت انجام می دهند، یک نوع واکنش به این نمادسازی هایی است که سی و اندی سال است در حلقوم مردم ایران فرو بردند و مردم از این راه ها میخواهند فریاد خودشون رو، اعتراض خودشون رو و آرزوی خودشون رو برای داشتن یک زندگی بهتر، نگاه بهتر به دنیا و به دیگران و به پیشه به حکومت برسانند. اون هم از راه های بسیار مسالمت آمیز، از راه های بسیار مدنی، با طرح شعارهایی که شعارهای تند براندازی و خونریزی و کشتار و چیزهای از این دست نیست. و نوع گرد همایی ایرانیان در این برنامه ها، مردمانی از تیر و تبارهای گوناگون با رختهای بومی خودشان و این انبوه جوانانی که در این برنامه ها بوده، نشان میدهد که یک نوع رویاوری نسبت به جنبه های مثبت تاریخ ایران، چون ما جنبه های منفی زیادی هم در تاریخ ایران داریم، نسبت به جنبه های بسیار بسیار مثبت تاریخ ایران وجود دارد و در این راستا از دیدگاه من رفتن به پاسارگاد نه نماد ستایش پادشاهی است و نه نماد ستایش نژاد آریایی، نماد رویاوری به هویت ایرانی است، بازگشت به دوران مشروطه است، بازگشت به ارزش‌های مدنی است، نگاه به دنیای بزرگ و دهکده جهانی است، برای که ایرانیان می‌خواهند از این قفسی که پیرامون اونها ساخته شده رها بشوند و احساس کنند که می توانند فریاد بزنند که ما هم شایسته ی آزادی و دموکراسی هستیم. ممنونم آقای امینی. یکی از سخنرانی های شما که تا کنون انجام شده در اروپا عنوانش بوده است چالش شریعت و مدرنیته، درست میگم؟ بله بله کاملا. شما در این برنامه چه گفتین آقای؟ نه، چالش شریعت و مدرنیته در ساختار حقوقی قضایی ایران در دوران 200 سال گذشته. بله. همچین عنوانی داشت. بله. بله. خواستم ازتون تقاضا کنم یه شمه ای از آنچه اونجا فرمودید برای ما هم به عنوان شنونده بگید. چند ساعت وقت داریم جناب کوهی؟ وقتمون محدود است. ببینید جناب مهری، من هنگامی که وارد پژوهش در مورد کار ساختار حقوقی قضایی ایران شدم و کتابی رو در دست دارم که امیدوارم در ژانویه امسال به چاپ برسد، بر این باور بودم که بزرگترین گرفتاری
درون ساختار حقوقی و قضایی ایران، یعنی دادگستری و ساختار قانون اجرای قانون در ایران، قضاوت و قانون اجرای قانون اساسا درگیری دانش‌ها و ارزش‌های مدرن و به ویژه سکولار و عرفی با ارباب دین بوده، یعنی ملایان بودند که با این جریان‌ها درگیر می‌شدند. تا اینکه شروع کردم به حاشیه‌نویسی بر کارهای زنده یاد احمد کسروی برای بیرون دادن کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی، و باید بگویم که این کار رو همزمان و همراه با زندگی و زمانه احمد کسروی انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که نه تنها ما با این گرفتاری بزرگ تاریخی مقاومت بزرگان دین و ارباب شریعت در برابر ارزش‌های مدر و سکولار در ایران در ساختار حقوقی روبرو بودیم، بلکه اونهایی هم که ادعا می کردند که عرفی هستند و می خواهند ساختار حقوقی عرفی یا ادویه نو یا ادویه اصولا یا دادگستری در ایران بسازند و ردای قضاوت رو به شیوه مدرن برتن کنند، اونها هم آلوده به ارزش‌های بسیار بسیار مذهبی، شریعتی، و منظورم اینجا شریعتی یعنی برپای شریعت و چیزهایی بوده است که اونها را چندان متفاوت از ملایان نمی کرده. ما دو دست ملایان در ساختار حقوقی ایران داشتیم، ملایانی که رخت ملایی داشتند و با ساختارهای مدرن مقاومت می کردند و از اونها بدشون می آمد، و ملایانی که رخت مدرن برتن داشتند، کت و شلوار و کروات داشتند، کلاه شاپو یا کلاه پهلوی بر سر می گذاشتند. جز اندکی قاضیان و بزرگان در اون دوران، بیشتر اونها برداشت‌های خودشون هم آکنده از فقه امامی بود و تصور می‌کردن قانون یعنی همان فقه، و کوشش می‌کردن که با زبان امروزی در واقع همون قوانین شرعی رو اجرا بکنن. گرفتاری دیگر هم فقدان دانش در میان بزرگان عدلیه در ایران بوده، و فقدان دانش حقوقی منظورم هست که بسیاری از کسانی که دست به این کارها می‌زدن واقعا آشنایی با مسائل حقوقی نداشتن. کسروی به این مسائل اشاره کرده، اون هم تازه سالهای پس از اون که تا حدودی عدلیه مدرنتر شده بوده. میگوید بسیاری از قاضیان نه فقه میدانستن نه حقوق، و باور داشتن که نیازی به فقه و حقوق نیست، بلکه اونها میتوانند بر پایه برداشت‌های اخلاقی خودشون درباره گناه یا فقدان گناه یا بزهکاری کسی داوری کنند، در حالی که میدانیم در دنیای امروز شما باید حقوق بدانید، باید با ارزش‌های فقه، حالا در ایران فقه اسلامی، تا حدودی آشنا باشید، برای اینکه برخی از مسائل مسائلی است که بر پایه فقه اسلامی در ایران از نظر حقوقی شکل گرفته و روی هم رفته. هیچ آگاهی در این زمینه در میان بسیاری از کسانی که در بلندای ساختار عدلیه در درازای تاریخ ایران دست کم تا دوران میانی رضاشاه تا هنگام پیدایش عدلیه نو از سوی داور، حتی شاید سالها پس از اون نشسته بودند، وجود نمی داشته. آقای امینی، پس انتخاب این موضوع به همین دلایل بودش که الان مطرح فرمودید. بفرمایید که ریشه گیری عدلیه در ایران از چه زمانی آغاز شد؟ چون قبلا که سراسر فقه بود. بله، ببینید، اجازه بدید که حاشیه بروم. چون فرمودید در دنیای مدرن یکی از مهمترین ستونهای بنای مدرنیته ساختار حقوقی است، یکی از مهمترین ستونهای بنای دموکراسی ساختار حقوقی است. هیچ جامعه بدون یک ساختار حقوقی مدرن و آزاد نمیتواند مدرن و دموکراتیک باشد. ساختار حقوقی یا ساختار دادگستری و ساختار اجرای قانون در یک کشور باید یک ساختار مدرن و ساختار مستقل از دیگر رشته های فرمانروایی باشد. در کشورهای پیشرفته اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا و کانادا و دیگر کشورها، تمایل به سوی استقلال هرچه بیشتر قوه قضایی و مطلق کردن مسئله قانون به جای
باورهای ایدئولوژیک، دینی، ایمانی، قبیله‌ای، خانوادگی، روابط و چیزهای از این دست است. و هرچه بیشتر ما به ژرفای این مسئله نگاه بکنیم و دست یابیم به این که باید یک ساختار حقوقی مدرن در ایران بسازیم، در بیابیم که در گذشته ما با چنین ساختاری اساساً روبرو نبودیم و این ساختار حقوقی ایران در چنبره چالش میان بزرگان شریعت، به اصطلاح غیر ملایان سخت آلوده به شریعت، کلاهی های بدون دانش و دیکتاتوری و خودکامگی و منافع گروهی گرفتار بوده و ما کمیابیش با یک ساختار حقوقی مدرن و مستقل در ایران روبرو نبوده ایم و جز درخشش های کوچک اینجا و اونجا نمونه های از اون رو نمی داشتیم. پوزش می خواهم از این توضیح طولانی، اما برگردیم به پرسشی که مطرح کردید در مورد اینکه چگونه اصلا عدلیه، واژه عدلیه در ایران آغاز شد و از کجا آغاز شد. تقریبا باز می گرده به 152 سال پیش، در دورانی که البته باید بگویم که خود امیر کبیر هم که دیگر در میان نبود، 7 سال از مرگ و از کشته شدن او گذشته بود، در این اندیشه بود که یک ساختار حقوقی تازه برای ایران بنا بکند. در تاریخ هم ما نمونه هایی از این نوع ساختارها را از دوران سلجوقی و حتی در دوران صفوی هم داشتیم که کوشش هایی برای ساختن یک دستگاه حقوقی مستقل از ملاباشی و مستقل از بزرگان دین به وجود آمده بود که موفق هم چندان نبود. ناصرالدین شاه بر پایه سفارش کسی که من چندین بار در این برنامه و در رادیو از او به راستی سپاسگزاری کردم، گفتم که ما مردمان ایران از جمله رهین منت او هستیم، میرزا جعفرخان مشیرالدوله یکی از نخستین دانش آموختگان ایرانی رفته به فرنگ در دوران نایب السلطنه عباس میرزا، کسی که به نام مهندس باشی معروف شد وقتی به ایران بازگشت و ساختمان مدرسه سپهسالار و مسجد سپهسالار رو او بنا کرد و در مذاکرات ارزروم در واقع یک تنه کوشش کرد برای که مرز ایران و عثمانی اون زمان رو گسترش بدهد و تأمین بکند و به راستی کوشش بسیار بسیار ارزنده‌ای در این دوران انجام داد. باید گفت که پس از امیر کبیر نخستین مصلح بزرگ، رفرماتور بزرگ تاریخ ایران امیر میرزا جعفرخان مشیر دوله است، یکی از 6 مشیر دوله که ما در تاریخ داشتیم. ببخشید آقای امینی، میرزا حسین خان سپهسالار یکی از این مشیر دوله ها بوده؟ بله بله، میرزا حسین خان سپهسالار پس از میرزا جعفرخان مشیر دوله، میرزا حسین خان مشیر دوله شد، بعدها شد میرزا حسین خان سپهسالار و سپس هم دو تن دیگر مشیر دوله شدند، پدر و پسر. مشیر دوله‌ای که به نام مشیر دوله اول شناخته شده، همون مشیر دوله‌ای که فرمان مشروطه را گرفت، مشیر دوله نایینی و فرزندش جیبینیای خانواده پیرناب از اون برخواستند. برگردم به رشته که گذشت، او در واقع آمد و نخستین کابینه وزیری رو در ایران بنا نهاد، یعنی ناصرالدین شاه رو راضی کردش که بیاید و یک، هنوز ناصرالدین شاه به فرنگ هم نرفته بود، سفر خارج نکرده بود، آشنا با مفاهیم اروپایی نشده بود، ولی علاقمند به یک رشته کارهای رفرم بود، حتی در همون دوران امیر کبیر، و شاید هم پشیمان بود از کاری که با امیر کبیر کرده. پذیرفت که یک هیئت وزیران درست بشود و برای نخستین بار یک هیئت وزیران، کابینه ششگانه در ایران به وجود آمد و همین میرزا جعفرخان مشیر دوله، او در واقع شد صدر اعظم یا رئیس این کابینه، حالا صدر اعظم هم بهش نمیگفتن، رئیس کابینه. و یکی از این هیئت‌های وزیران وزیر عدلیه بود و نخستین وزیر عدلیه ایران، برای اینکه من اشتباه نکنم نام ایشون رو دقیق میخوانم از روی یاد داشتم، چون ببخشید جناب مهری، این سفرهایی که از پیامدهایی که داره خستگی زیاد و کم شدن حافظه این جانب است و این است که گاه باید به یاد داشتا رجوع کنم که هم میهنان ایمیل نفرستن که این فروتنی فراترانه است. خواهش میکنم. عباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر 152 سال پیش نخستین وزیر عدلیه ایران شد.
و چند سالی وزیر عدلیه بود و البته در اون دوران به راستی عدلیه کاری هم نمی کرد. دستوری ناصرالدین‌شاه داده بود برای گسترش عدالت، نه قوانینی وجود داشت، نه این آقای جوانشیر اصلا آشنایی با قوانین می داشت. و این بی‌اعتباری نسبت به این ساختار عدلیه تا جایی بود که وقتی این عباس قری خان جوانشیر درگذشت، ناصرالدین‌شاه برای اینکه گسستی در این ساختار عدلیه به وجود نیاید، برادر او رو کرد وزیر عدلیه. هیچ آگاهی هم این مرد از کار عدلیه و عدالت و حقوق و فقه و چیزهای از این قبیل نداشت. اما تنها برای اینکه به شما نشان بدم که در اون دوران این کوشش آغازین با همه نیت‌های بسیار مثبت کسانی مانند میرزا جعفرخان مشیر دوله و دیگران تا چه اندازه با ناکامی روبرو شده، سومین وزیر عدلیه ایران پس از برادر جوانشیر فردی است به نام حاج علی خان مقدم مراغی. شاید همیهنان نام این آدم رو شناخته باشن یا بشناسن یا شنیده باشن. این مقدم مراغی که شد وزیر عدلیه ایران، کسی است که 10 سال پیشتر از اون به نام حاجب و پیشکار ناصرالدین شاه رفته بود در باغ فیل کاشان و امیرکبیر رو رگ زده. این میرغضب امیرکبیر شد وزیر عدلیه ناصرالدین شاه. یعنی تا این اندازه این موضوع عدلیه در ایران بی اهمیت و بی ارزش بود که آدمی که به دستور پادشاه رفته و وزیر توانایی رو مانند امیرکبیر در حمام فیل کاشان رگ زده، وزیر گسترش عدالت در کشور بشود. شوخی های تاریخ هست ولی راستی های تاریخ هم هست و نشان میدهد که کشور ما با چه بی‌بضاعتی و با چه مهنتی به دوران مدرن رسیده و باید پاس اون کسانی رو داشت که در این برهوت واپسماندگی کوشش هایی برای پیشرفت ایران کردن. آقای امینی عزیز، این میرزا حسین خان سپهسالار کی بوده پس؟ میرزا حسین خان سپهسالار همه کاره سفارت ایران در استانبول بود. از یک خانواده بادانشی برخواسته بود و در آغاز هم به نام مشیر الدوله. پس از مرگ میرزا جعفرخان مشیر الدوله، لقب مشیر الدوله به میرزا حسن خان، میرزا حسین خان برخوا سپهسالار رسید. او شد مشیر الدوله. چون باید یه مشیر الدوله در میگذشت و این مشیر الدوله به مشیر الدوله بعدی میرسید. او شد چهارمین مشیر الدوله ایران یا شاید سومین، الان دقیقا خاطرم نیست، ولی به هر حال یکی از مشیر الدوله های پس از میرزا جعفرخان شد. او در واقع سفیر ایران بود در استانبول و به دلیل اینکه در استانبول کار میکرد با مفاهیم اروپایی، با ارزش‌های اروپایی آشنا شده بود و نخستین سندی که ما در دست داریم که از واژه مشروطه بهره گرفته شده در یکی از نامه‌هایی است که سپهسالار آینده میرزا حسین خان برای وزارت خارجه نوشته و درباره مشروطه صحبت کرده. ریشه هم مشخص کرده آقای امینی؟ نه، ریشه کلمه رو نه، اشاره کرده به اینکه چون میدونید در اون عثمانی اون زمان منظور و مراد از مشروطه یک تفاهم نامه ای بود که به وجود آمده بود که حدود و یا محدودیت های کار پادشاه رو تعیین می کرد، سلطان رو تعیین می کرد و اختیاراتی به هیئت هایی داده بود که اینها بعدها پارلمان شدن در عثمانی. او آشنا شده بود با این مفاهیم و یک شگرد بسیار بسیار جالبی زد برای نزدیک شدن به ناصرالدین شاه و در واقع بردن گوش و دل و چشم او. ناصرالدین شاه مانند بسیاری از پادشاهان ایران در گذشته و آینده سخت باورمند مذهبی بود و دلش میخواست که به عتبات برود و زیارت بکنه. عتبات در اون هنگام در دست عثمانی بود و اجازه به پادشاهان ایران نمیدادند که به اونجا برود. تنها کسانی از میان پادشاهان ایران که به عتبات رفته بودند با پیروزی بر عثمانی مانند نادرشاه جنگ کرده بودند و رفته بودند به عتبات. این نیست که اجازه گرفته بودند، رفته بودند و چیره شده بودند و نه برای زیارت. ناصرالدین شاه میخواست به زیارت بره و مشیر الدوله یا سپهسالار
و رفت حدود گمان میکنم سال 1256 یا 58 خورشیدی بود، در میانه سده 13 خورشیدی، و پروانه سفر ناصرالدین شاه رو برای دیدار از کربلا و نجف و برحال مزار معصومین دید و همراه او هم به اونجا رفت. و از این پس هنگامی که همراه به ایران بازگشت، وزیر عدلیه جدید ایران شد، به راستی نزدیک شد به ناصرالدین شاه. نخستین وزیر عدلیه راستین ایران، کسی که حقوق میدانست و آشنا بود با مفاهیم اروپایی و جدا میخواست که تا حدودی عدالت رو در ایران گسترش بدهد و تأثیر بر رفتار رضا ناصرالدین شاه گذاشته بود، همین سپهسالار است که در این زمینه به داوری من یکی از ارزشمندترین پژوهش‌هایی که صورت گرفته و من به راستی سفارش میکنم به ویژه جوانان ایرانی که به این برنامه نگاه میکنند حتما بروند به این کتاب رو بیابند و بخوانند، کتاب زنده یاد آدمیت است درباره سپهسالار و اندیشه ترقی. سپهسالار و اندیشه ترقی، کارهای دوران سپهسالار از کار بسیار بسیار ارزشمندی است. البته امروز آگاهی‌های ما درباره سپهسالار و کارهای او فراتر از پژوهش آدمیت رفته است، ولی به هر روی کار آدمیت برای آشنایی با اون دوران بسیار بسیار ارزشمند است. میدانم که این کتاب نایابه، ولی به هر روی میتوانن هم میهنان به این کتاب دست بیاورند. اما این کاری که او انجام داد این بود که به راستی جدی گرفت مسئله رو. نخست اینکه فرمانی صادر کرد، دستورنامه‌ای صادر کرد، و این دستورنامه رو اگرچه او نوشته بود چنین وانمود که این از زبان پادشاه است و ناصرالدین شاه رو می‌خواهد که باید عدالت باشد، و از جمله برای نخستین بار در تاریخ ایران دستوری داد که یک رفرم رادیکال و انقلابی در ایران به شمار می‌آمد. دستور داد که مجرمین رو جز زندان هیچ نوع توبیخی نکند و به مجازات رساندن زندانیان، چون میدونید مردم رو میگرفتند و میکشتند، باید به فرمان و توشیح شاه باشه. یعنی هر فرمانی که میدهید، هر دستوری که میدهید برای کشتن یا بریدن دست یک زندانی یا کسی که مجرم بوده یا محکوم شده یا کاری که میخواهید بکنید، جز زندان کردن، هر گونه آسیب بدنی و جانی باید با فرمان شخص پادشاه باشد. آقای امینی، فرمان حریت رعیت همینه؟ نه خیر، فرمان حریت رعیت خیلی خیلی از این پیچیده تر هست و بسیار بسیار جالبه. این فرمان حریت رعیت، میدانید که بسیاری از ما ایرانیان که تاریخ خوانده ایم شاید آشنا باشیم با اینکه در روسیه پدیده‌ای وجود می‌داشت به نام سرواش یا وابستگی به زمین. روستاییان تهی‌دست مانند برده بودند، به زمین وابسته بودند و زمین رو نمی توانستند رها بکنند. و یکی از کارهای بسیار رادیکالی که در روسیه پیش از انقلاب اکتبر صورت گرفت و نتیجه جنبش رادیکال و درخواستهای انقلابی مردم بود و روستاییان، لغو سرواژ بود، یعنی وابستگی به زمین. ما در ایران به طور رسمی و قانونی وابستگی به زمین نداشتیم، ولی در بخش‌های زیادی از ایران دهقانان و روستاییان توحیده است که هیچ زمینی در اختیار نداشتند. بخشی از کسانی نبودند که بنی یا زمینی به اونها تعلق میگرفت، اینها اجازه ترک روستا رو نداشتند. ارباب ده اونها رو به گونه ای کنترل میکرد که عملا یک گونه سرواژ در ایران پابرجا بود، و حتی اگر از این روستا برای گذران زندگی به روستای دیگری می رفتن تا شاید زندگی بهتری داشته باشند، اربابان روستاهای دیگر هم به احترام ارباب روستای دیگر اونها رو نمی پذیرفتند و اونها رو باز می گرداندند. و خیلی از اینها در این رفت و آمدها تلف می شدند، می مردند با خانواده خودشون. بسیار دردناک بود. رعیت فقیر و تهی‌دست ایران بود که هیچ کس بهایی به اونها نمی داد. سپهسالار فرمانی صادر کرد و ناصرالدین شاه هم اون رو پذیرفت که فرمان حریت یا آزادی رعیت بود. به این پایان داد، گفت هیچ مالکی نمیتواند، زمینداری نمیتواند جلوگیری کند از رفتن روستاییان از دهی به دهی دیگر یا حتی از ایالتی به ایالت دیگر. فرمان دیگری رو به
امضای ناصرالدین شهرستان و اون آزادی رفت و آمد عشایر بود. می‌دانید که عشایر رو کوچ می‌دادند یا جلوگیری می‌کردند که از یک ولایتی به ولایت دیگر بروند. سپهسالار پیشگامی کرد در این زمینه و آزادی رفت و آمد عشایر رو به امضای ناصرالدین شهرستان و عشایر آزاد شدن در هر کجا که زمین آزادی وجود دارد، چراگاهی وجود دارد، به اونجا کوچ کنند. اینا بس کارهای بسیار رادیکالی بود که این مرد بدون داشتن مجلس انجام داد و خیلی از ایرانی ها از این کارهای بزرگ این انسان رفرماتور و انسان بسیار اصلاح طلب رادیکالی که در اون دوران در ایران وجود می داشت آگاه نیستند. و باید گفت که نخستین وزیر عدلیه به راستی آگاه به مسائل عدلیه در تاریخ ایران بود. آقای امینی، من خواندم که او دست به اصلاحاتی زده مثل تأسیس دارالشورای کبرا، بله، تأسیس بله. پستخانه، انتشار تمر پستی، سعی در ساده کردن سبک نگارش، نگارش دولتی، بله، تقویت دارالفنون، تأسیس مدرسه سپهسالار و مسجد سپهسالار، بله، انتشار روزنامه‌های وقایع عدلیه، نظامی، وطن و یک سالنامه، استخدام مشاورین و متخصصین اتریشی برای اصلاح امور مالی دولت و بهره برداری از معادن. اینا همه چیزهایی است که شما الان کلا بهش اشاره فرمودین. بله، از اینها حتی فراتر رفت. مهمترین کار سپهسالار که به راستی باید گفت شناخته شده نیست، کاری است به نام تنظیمات حسنه که به تقلید از عثمانی صورت گرفت و کوششی بود برای مشروطه کردن حکومت ایران. در واقع نخستین فرمان مشروطه این کوشش اوست به نام تنظیمات حسنه. دفترچه‌ای تهیه کردند و روابطی رو ایجاد کردند درباره اینکه چه کارهایی رو باید حاکمان بکنند، چه کارهایی نکنند و کارهای بسیار ارزشمندی بود. ولی شاید بتوان گفت یکی از مهمترین کارهای او این بود که دست ناصرالدین شاه رو گرفت و به فرهنگ برد چندین بار و این مرد رو آشنا کرد با یه دنیای بهتری. و هر بار که ناصرالدین شاه از فرهنگ برمیگشت به یک دیکتاتور مستهتری تبدیل میشد. همچنان دیکتاتور بود، همچنان خودکامه و ایلیاتی بود، اما جنبه مصلح بودن او بیشتر افزایش پیدا میکرد. به داوری من ناصرالدین شاه نخستین دیکتاتور مصلح ایران است و در دوران 5 ساله او اصلاحاتی صورت گرفته که بسیار ماندگار در ایران بوده، با همه جنبه های منفی که برای دوران ناصرالدین شاه قائل هستیم و باید هم باشیم. ولی این سفرهای فرنگ او بسیار تأثیر در ایران گذارد. برخی آمدند و به ویژه آدم های مانند مکی و دیگران جنبه های هزینه هایی که این سفرها به بار آورد و وام هایی که برای این سفر گرفتن رو برجسته کردند، در حالی که به راستی این وام ها در برابر داده هایی که پادشاه کشور برای آینده ایران به دست می آورد بسیار ارزشمند بود. در یکی از همین سفرهاست که ناصرالدین شاه با رهبران یهودیان اروپا دیدار کرد و حتی به شوخی به اونها گفته بود که شما بهتر است که یک خاکی پیدا کنید، کشورکی برای خودتون بسازید و از این دربدری رهایی پیدا کنید. البته بعدها این کارو کردن، کشور اسرائیل درست شد. فکر نمی‌کنم به سفارش ناصرالدین شاه، ولی شاید ایشون هم بی‌تقصیر نبودن. ولی فراموش نکنید واقعیت داره. بله بله بله، ولی این اصلا در آمده در یادداشتایی که از رهبران یهودی که او دیدار کردن آمده. ولی مهمترین کار او در یک کشور بسیار پایبند امور اسلامی، یک پادشاه مسلمانی که آرزوش این بودی که به نجف و عتبات برود، در این بود که پروانه آلیانس رو، گشایش آلیانس رو، مدرسه های یهودی رو در ایران صادر کرد و از زمین های خالصه به یهودیان داد برای گشایش مدرسه ها که مدارس بسیار پیشرفته یهودی در ایران درست شد و آموزشی در ایران درست شد. البته بلافاصله برای اینکه دلجویی بکنه از روحانیان، دستور طلاکاری مجدد حرم های نجف و شهرهای دیگر رو داد برای که اونها هم ناراحت نباشند. ولی این کارهای سپهسالار آنچنان تأثیر گذارده بود که در آخرین سفر ناصرالدین شاه، هنگامی که سپهسالار همراه ناصرالدین شاه به ایران باز میگشت، ملا علی کنی، بزرگترین مشتهد تهران، به ناصرالدین شاه تلگراف زده بود که اگر سپهسالار رو با خودت به تهران بیاوری، تاج از سرت برخواهیم داشت. تا این اندازه اونها
نگران بودند نسبت به اصلاحاتی که سپهسالار انجام میداد، حتی بیشتر از کارهایی که امیرکبیر انجام داده بود. و این است که ناصرالدین شاه با بیم و هراس سپهسالار رو در رشت رها کرد و او رو والی اون منطقه کرد و به تهران آمد و چند سالی پس از اون هم سپهسالار درگذشت. ولی به راستی باید گفت که یکی از برجسته ترین شخصیت های اصلاحی ایران که کمتر بر ایرانیان شناخته شده همین میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار است. آقای امینی، این قرارداد رویتر که میگن در زمان او بسته شده؟ نه خیر، پس از اون هستش. پس از اون. شاید هم نه، شاید نه، درست میفرمایید، در زمان اوست. بله بله، در اون زمانه. ببینید، سپهسالار یکی از جنبه‌های دیگری که داشت با چند نفر خیلی نزدیک بود. یکی از اونها مستشارالدوله تبریزی، نویسنده کتاب یک کلمه است، و دیگری میرزا محکم خان هست. در واقع باید گفت که کارهای سپهسالار رو از نقطه نظر حقوقی میرزا محکم خان دنبال کرد. میرزا محکم خان بود که پس از چند سال ناصرالدین شاه رو واداشت که دوباره اون هیئت وزیرانی رو که از میان رفته بود دوباره زنده بکنه. و خب طبیعتاً در اون دوران پیمانهایی هم بسته شد و برخی از این پیمانها یک طرفه بود. به این ترتیب سپهسالار قربانی بنیادگرایان مذهبی شد. به نظر من تنها نمیتوان او رو قربانی بنیادگرایان مذهبی خواند، برای اینکه بزرگترین دسیسه چینان علیه سپهسالار در درون دربار بودند. همون گونه کسانی که دسیسه چینی میکردند علیه امیرکبیر، دسیسه چینهای زیادی هم در درون دربار بودند. شواهد زیادی در دست است که ملا علی کنی به تحریک درباریان این تلگراف رو فرستاد. ملا علی کنی دارای چنین قدرت و اعتباری نبود که بتواند به تنهایی ناصرالدین شاه را تهدید بکنه. برداشتن تاج از سر پادشاه تنها با کمک درباریان ممکن بود. این است که مانند بسیاری از آزادی خواهان ایران، مانند بسیاری از کسانی که کوشش در قانون مداری در ایران کردند، از جمله زندیات محمد مصدق که ما نزدیک میشویم به 50 سال در گذشته او، اینها تنها قربانی مخالفت دشمنان پیشرفت نبودند، بلکه حتی کسانی که در درون ساختارهای فرمانروایی، دربار، دیوان شرکت داشتند، یا از راه سعادت و یا از راه دشمنی با اونها یا شاید وابستگی به کشورهای دیگر در مقابل اونها دسیسه می‌کردند. و سپهسالار رو هم در واقع همین نیروها به طور مشترک برانداختند. و این تنها در این دوران نیست، در سالهای پس از اون هم بارها و بارها ما چنین رفتاری رو می‌بینیم. آقای امینی، بعد از برکناری سپهسالار سرنوشت عدلیه جدید چه شد؟ عدلیه جدید تقریبا میتوان گفت که از رونق افتاد و دیگر در واقع خبری از این عدلیه نبود، تا اینکه بار دیگر اشاره کردم در هنگامی که این بار میرزا ملکم خان دخالت کرده بود. و میدانید که میرزا ملکم خان پس از سپهسالار و مستشارالدوله تبریزی یکی از برجسته ترین هواداران قانون مداری در ایران بود. اصلا اسم روزنامهش قانون بود و باور بر این داشت که باید قانون رعایت بشود. اما دو اندیشه در ذهن او وجود می داشت. میرزا ملکم خان در آغاز کار، خب می دانید که ارمنی زاده بود، فرزند یک صنعتگر اصفهانی بود، ارمنی بود و پدر به او سفارش کرده بود اگر در این مملکت می خواهی به جای برسی باید بروی مسلمان بشوی، و او هم رفته بود و مسلمان شده بود، ولی نام میرزا ملکم رو همچنان حفظ کرده بود. میرزا ملکم خان از یک سوی در آغاز کار مانند آخونزاده یک باوری در این داشت که باید با شاید ارباب دین در افتاد، ولی رفته رفته این داوری رو تغییر داد و به این نتیجه رسید که حرف مستشار دوله درست‌تر است، باید یک نوع نوری در میان آخوندها ایجاد کرد، آخوند منبر و فکر پیدا کرد و چیزهای از این دست. اندیشه دیگری که بر او چیره بود و در همین دوران خودش رو نشان داد، از جمله در پیمان رویتر و دیگر قراردادهایی که او از او پشتیبانی میکرد، این است که میرزا ملکم خان معتقد بود که بدون یک پشتیبانی دولت بریتانیا ایرانیان نخواهند توانست مدرن بشوند. باید یک دولت خارجی به ایرانیان کمک بکند تا ما کشور رو مدرن بکنیم. ما باید این شخصیت های برجسته تاریخمون رو از این منظر نگاه بکنیم که با
نیات بسیار بسیار نیکی، شاید سفارش های نادرستی کردند. البته معلوم نیست تا چند اندازه برخی از این سفارش ها نادرست بوده باشد، ولی به هر روی میرزا ملکم خان بود که این بار ناصرالدین شاه را قانع کرد که بار دیگر هیئت وزیرانی رو که بیشتر کنار نهاده بود اون رو در واقع زنده بکنه و بیاید و هیئت وزیران و وزیر ادلیه در واقع تعیین کنه. و حتی به این معنا میتوان گفت که یک نوع اصلاحاتی در امور مملکتی رو باز ناصرالدین شاه این بار به سفارش میرزا ملکم خان آغاز کرد، تا اینکه میرزا ملکم خان هم مورد غضب قرار گرفت و او هم در واقع از ایران روانه شد و به خارج رفت. فرار کرد؟ تقریبا میتوان گفت که خودش رو تبعید کرد. اگر میماند، یعنی او رو در واقع واداشتن که ایران رو ترک کنه، راهی جز این نمیداشت. اگر میمون در واقع شاید به سرنوشت مستشارتون تبریزی دوچار میشد و در زندان در میگذشت و چیزهای از این دست. آقای امینی بفرمید که مشروطه خواهان عدلیه رو از نو برپا کردند. بله. میشه چنین چیزی گفت؟ ببخشید من یه چیزی از دستم افتاد. بله ببینید، عدلیه پیش از مشروطه که یک سنت 50 ساله پیش از مشروطه بوده، چون نخستین عدلیه در ایران نزدیک به 152 سال پیش به وجود آمد و ببخشید 52 سال پیش از فرمان مشروطه به وجود آمد، یعنی 160 سال پیش، نزدیک به 165 سال پیش به وجود آمد، در دوران مشروطه دوباره زنده شد. این بار عدلیه جدی بود، در متمم قانون اساسی بخشی در مورد ساختار قضایی در نظر گرفته شد که یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های متمم قانون اساسی است و یک نوع گرد شرعی هم بر این بخش پاچوندند و گرفتاری‌هایی در خودش داشته. ولی در این دوره هم در پیدایش عدلیه مدرن ایران، عدلیه دوران مشروطه، ما مدیون یک مشیرالدوله دیگری هستیم و اون میرزا حسن خان مشیرالدوله است. هیچ نسبتی هم با میرزا حسین خان مشیرالدوله نداره. سپهسالار قزوینی بود. آدم گیج میشه تاریخ مشروطه رو میخونه. سپهسالار قزوینی بود، در حالی که میرزا حسن خان، بله میرزا حسن خان سپهسالار فرزند مشیرالدوله نائینی بود. پدر او کسی است که فرمان مشروطه رو از مظفرالدین شاه گرفت، آخرین صدر اعظم دوران استبداد و نخستین وزیر دوران، نخست وزیر دوران مشروطه است و فرزند او میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا که سپس نام خانوادگی پیرنیا رو برای خودش برگزید، او و برادرش، اون هم به دلیل این اهمیت این نام در نائین که شاید این زمانی به اون بپردازیم که این نام پیرنیا در نائین چه پیشینه تاریخی و جایگاهی داشته، اینها آمدند و به ویژه خود او، برادرش کمتر، خود او آمد و پیشگام در نوشتن قوانین عدلیه شد، چون تا اون هنگام ما قوانین نداشتیم و آمد دو دست قوانین رو در مجلس دوم به مجلس ارائه کرد و دسته اول قوانین تصویب شد. دسته دوم قوانین که در مورد اصول محاکمات بود سخت مورد اعتراض مدرس و برخی دیگر از روحانیان قرار گرفت و آنها زیر بار نمی رفتن، چون تمام اختیارات محاکمات رو از دست آخوندها می گرفت و جز موارد معینی مانند ازدواج و طلاق و چیزهای بسیار معین شرعی، تمام حقوق محاکم رو در اختیار عدلیه عرفی قرار میداد و مدرس زیر بار این کار نمیرفت. صدرالاشراف میانجی شد، چون هم با مشیرالدوله نزدیک بود و هم به دلایل باورهای سخت بنیادگرایی دینی، شاید باورها استوار دینی، شاید واژه بنیادگرا رو بیخود به کار بردم، ولی باورهای بسیار استوار دینیش، صدرالاشراف که پیشینه اجتهاد هم داشت با مدرس هم نزدیک بود، پادرمیانی کرد و مجبور کرد پیرنیا رو که یک پیشنویس 8 ماده‌ای بر این
طرح قانونی بسیار بسیار پیشرفته اصول محاکمات بگنجانند و در واقع این اصول محاکمات رو بیمایه و بیپایه کنند و در واقع تمام آنچه که در این اصول صد و اندیگانه آمده بود رو ناتوان سازند. از جمله کسانی که زیر بار این کار نرفت و در اجرای اون سستی کرد و گفت من اجرا نمی کنم همین احمد کسروی بود که در اون هنگام رئیس عدلیه زنجان بود و زیر بار این کار نرفت و مقابل روحانیان ایستاد. ولی این کوشش هایی بود که برای ناتوان کردن ساختار عدلیه و قوانین سکولار و عرفی از سوی برجسترین روحانیان آن زمان از جمله آدمی مانند مدرس روی داد. البته این کارها محدود به مدرس نبود، دیگران هم در این کارها دست داشتند، ولی پیرنیا باید گفت پس از سپه سالار بزرگترین خدمتگزار ساختن عدلیه در ایران بود. اگر ما بخواهیم سه نفر رو به عنوان پایه‌گذاران عدلیه نو در ایران نام ببریم، باید بگوییم که سپه سالار میرزا حسن خان مشیر دوله پیرنیا و سپس علی اکبر داور. علی اکبر داور در واقع در ادامه کار اونهاست. یه دو سه دقیقه وقت داریم آقای امینی عزیز، بفرمین که داور چه تحصیلی داشت، از کجا آمده بود، این قدرت رو چگونه به چنگ آورده بود؟ بله جناب مهری، اجازه بدید که این موضوع داور رو به درازا در برنامه دیگری بپردازیم، چون خیلی طول خواهد کشید، چون برمیگردد به اینکه از کجا در واقع آغاز کرده. خازن خلوت بوده و سرپرستی چند کودک یا نوجوان میرود به اروپا برای درس خواندن. اما آنچه که در ادامه این برنامه در این بخش کوتاه در آنچه که میتوانم بیفزایم به ارتباط دارد با سخنرانی که در وین داشتم، در ادامه ناتوانی ساختار حقوقی قضایی ایران پس از مشروطه، باید بیفزایم که ما در این دوران 20 ساله میان 1385 که فرمان مشروطه صادر شد تا 1285 بوزش میخوام تا 1305 20 سال، در این دوره 20 ساله 37 وزیر عدلیه داشتیم که برخی از اونها سه بار، برخی دو بار، برخی یک بار وزیر عدلیه شدن و روی هم رفته 57 کابینه عدلیه در ایران تغییر کرد و برخی از اینها تنها سه ماه در کار عدلیه بودند. از جمله 16 فرمان فرما که یک بار گفته بود من پیش عدلیه نمی آیم، پیش از دوران مشروطه عدلیه پیش من می آید. او شد وزیر عدلیه و او فکر میکرد با چرخ و فلک و چوب و فلک و زدن به کارکنان عدالت برقرار خواهد شد. بیشتر کسانی که در این ساختار عدلیه وزیری عدلیه رو در این دوران به دست داشتند یا به دست گرفته بودند از کار حقوق بی بهره بودند. از میان 37 نفری که اشاره کردم تنها 3 نفر به راستی با حقوق آشنایی داشتند، 2 نفر دیگر اندکی حقوق شرعی خوانده بودند، فقه خوانده بودند، بقیه بی بهره از حقوق بودند، آشنایی با حقوق نداشتند ولی وزیر عدلیه شده بودند. آقای امینی عزیز خیلی خیلی ممنونم با اینکه این سفر شما رو خسته کرده، ولی با دقت به این پرسش ها پاسخ دادید و بسیار معلومات خوبی در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که در این سفر موفقیت های بیشتری کسب کنید و همیهنان هرچه بیشتر از معلومات شما استفاده کنند. شب و روز شما خوش و با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر و همیهنانی که به این برنامه توجه می‌فرمایند. شب و روزتون خوش.